سومین روز پس از تصرف کابل به دست طالبان، حضور پرشمار شبه نظامیان در جای جای شهر. نسبت به روزهای گذشته تعداد بیشتری از مردم از خانه هایشان بیرون آمدند، اما همچنان پایتخت در هراس و نگرانی به سر می برد. دیروز تعداد کمی از زنان در منطقه ای از کابل جمع شدند. می گویند هیچ حکومتی نباید آنها را نادیده بگیرد. زنان تشکیل می دهند. زنان را محو نکنید. زنان را خفه نکنید. کابل خار. مجریان زن هم پس از دو روز غیبت دوباره جلوی دوربین‌های تلویزیون خصوصی طلوع افغانستان حاضر شدند و حتی با نمایندگان طالبان گفتگو کردند. در تلویزیون ملی افغانستان که حالا از سوی طالبان اداره می‌شود، عضو کمیسیون فرهنگی این گروه در کل کشور عفو عمومی اعلام کرد و گفت که زنان بر طبق اصول اسلامی می‌توانند به کار و فعالیت ادامه دهند. امارت اسلامی افغانستان با کمال اطمینان، صداقت و یکسویی عفو عمومی خود را برای تمامی افغانستان، به خصوص آن مخالفینی که در این سالها و به خصوص در این اواخر در صف اشغال و اشغالگران قرار داده بودند اعلان نموده است. دیروز ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان که تاکنون در خفا به سر می برد، برای اولین بار در کابل در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. او هم گفت که زنان می توانند به فعالیتشان ادامه دهند، اما در چارچوب شریعت اسلام. آقای مجاهد درباره تشکیل دولت هم بدون اعلام تاریخ مدعی شد که به زودی دولتی همه شمول در افغانستان تشکیل می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که عبدالغنی برادر، رهبر هیئت سیاسی طالبان، دیروز از قطر وارد قندهار شده. در فرودگاه بین المللی کابل، عملیات خروج شهروندان و دیپلمات‌های خارجی و افغان‌هایی که با آنها همکاری می‌کردند از سر گرفته شده. یک روز پس از پخش شدن صحنه‌های شوکه کننده‌ای از وضعیت این فرودگاه، شهروندان افغانستان همچنان نگرانند که پس از خروج کامل نیروهای خارجی از این فرودگاه چه اتفاقی خواهد افتاد. این تصویری از 640 شهروند افغان در هواپیمای غول‌پیکر ترابری آمریکا که خاک افغانستان را ترک کردند. هنوز تعداد زیادی از افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری می‌کردند و نگران جانشان هستند در افغانستان ماندند. دوشنبه شب جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در اولین سخنرانی تلویزیونیش پس از سقوط کابل گفت که همچنان از تصمیمش برای خروج نیروهای نظامی ایالات متحده دفاع می‌کند. رهبران سیاسی افغانستان از کشور فرار کردند. ارتش افغانستان متلاشی شد. تحولات هفته گذشته نشان داد که پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان تصمیم درستی بود. سربازان آمریکایی نمی‌توانند و نباید در جنگی شرکت کنند و در جنگی کشته شوند که سربازان افغان حاضر به جنگیدن در آن نیستند. دبیر کل ناتو دیروز با فاجعه خواندن آنچه این روزها در افغانستان می‌گذرد، تأکید کرد که نباید این کشور به پایگاهی برای تروریسم بین‌المللی تبدیل شود. کشورهای اروپایی هم نسبت به آغاز موج جدیدی از ورود پناهندگان افغان به کشورهایشان نگرانند. فرانسه خواهان واکنش هماهنگ اروپا در برابر افزایش تقاضای مهاجرت افغانها شد. بریتانیا هم از تدوین برنامه‌ای ویژه برای بررسی درخواست‌های مهاجرت شهروندان افغانستان خبر داد. نخست وزیر استرالیا اما تأکید کرد که کشورش برای پذیرش همه همکاران افغان نیروهای استرالیایی آمادگی ندارد. با فروکش کردن شوک سقوط کابل، حالا ابعاد بحران افغانستان هر روز روشن‌تر می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.